در اعتراض به بسته شدن مرکز مددکاری رضا در تهران و تبعید تعدادی از درویشان گناه‌آبادی و همینطور جلوگیری از مداوای درویشان بیمار در زندان اوین، تظاهراتی از طرف انجمن جهانی بازداشت حقوق بشر در برابر پارلمان اروپا در شهر بروکسل برگزار شد. از این حرکت اعتراضی از شهرام میریان بشنویم. در ادامه اعمال فشار علیه درویشان سلسله نعمت اللهی گناه‌آبادی، سه‌شنبه هفته پیش ماموران اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای بسیج به مرکز مددکاری رضا وابسته به این طریقت در تهران حمله کرده و این نهاد نیکوکاری را بستند. این مرکز خیریه متشکل از 3 ساختمان بیش از 20 سال است، به طور تخصصی در حوزه‌های مددکاری اجتماعی، نگهداری و مراقبت از سالمندان و کودکان بی‌سرپرست، کاریابی و ارائه دیگر خدمات اجتماعی فعالیت داشته. در اعتراض به توقف فعالیت این مرکز و تداوم سرکوب‌ها علیه درویشان گناه‌آبادی، بعد از ظهر جمعه برای سومین بار طی 6 روز گذشته تظاهراتی هم در برابر پارلمان اروپا در شهر بروکسل برپا شد. افشین ساجدی، سخنگوی این حرکت، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از خواسته های شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی گفته. خواسته ما بازگشایی فوری انجمن مددکاری رضا هستش. آماری که از این مددکاری هستش، اینها در هر هفته 320 خانواده رو سبدی میدادن، شامل 18 اقلام غذا به رایگان. اینها آموزش کامپیوتر دادن در طول 20 سال، یعنی هر سال 4000 نفر از آموزش رایگان کامپیوتر برخوردار شدن. چند صد هزار نفر ویزیت پزشکی داشتیم ما برای این مددکاری رضا، بدون هیچ تحمیلی بر بودجه مردم و در شرایطی که منابع مالی کشور متاسفانه صرف مصارف خارج از کشور مثل یمن و لبنان و سوریه میشه، اینها تلاش میکردن تا کوتاهی‌های دولت رو تا اونجا که امکان داره در برابر مردمش جبران بکنن، آنجا رو پلم کردن. خواسته دیگر ما رسیدگی فوری به وضعیت پزشکی دراویشی هستش زندانی هستن و باید بستری بشن. آقای مصطفی دانشجو وکیل، آقای رضا انتصاری گزارشگر و آقای حمید مرادی سروستانی ژورنالیست، هر سه اینها به مراقبت و رسیدگی فوری پزشکی نیاز دارن و متاسفانه با بی‌اعتنایی مسئولین زندان روبرو هستن. طی ملاقاتی که با چند از نمایندگان پارلمان اروپا داشتیم، خواسته های دراویش رو به طور مکتوب و مستدل به اونها دادیم. ما تظاهرات و دیگه دمایی رو در تمامی شهرهای اروپا و آمریکای شمالی تا به نتیجه رسیدن درخواست هامون ادامه خواهیم داد. شهرام میریان، رادیو فردا.